استقلال تونست تو اولین بازی هفته سوم با تک گل یامگا به یه پیروزی اقتصادی و البته سخت و شیرین برسه. ساپینتو بالاخره تصمیم نهاییشو اتخاذ کرد و استقلال پس از مدت‌ها بازی رو با دو مدافع میانی آغاز کرد. سیستم 4-3-3 جای مانور بیشتری به استقلالیا در خط هافبک داده بود، چرا که همزمان سه هافبک میانی در زمین حضور داشتن. تو نیمه اول عبور از لایه‌های دفاعی منظم تیم حسین خانی تقریبا غیر ممکن بود و البته تنها دلخوشی کرمانی‌ها ضد حملاتی بود که قاسمی نژاد و رستمی اونو پایه‌ریزی می‌کردن. نیمه دوم نیمه تغییرات بود. استقلال پس از هر تعویض یا چینش نفراتش تغییر می‌کرد و یا سیستم بازیش متفاوت می‌شد. پس از ورود قائدی به جای شهبازاده، محبی به پست 9 کاذب رفت و پس از اون که باز هم استقلال به نتیجه نرسید، آرمان و پیمان به زمین اومدن و استقلال با سیستم 4-1-4-1 کارو ادامه داد. بعد از تعویض‌های پایانی حتی در دقایقی استقلال با سیستم 4-4-2 کارو دنبال کرد. شاید تنها نکته منفی ارنج اولیه ساپینتو حضور شهبازاده باشه. بازیکنی که نه قامت بلندی برای پیروزی در نبردهای هوایی داره و نه روی زمین اتفاق منحصر به فردی رو رقم میزنه. هرچی بود، استقلال تونست فاتح این نبرد بشه. اینکه توی هفته‌های ابتدایی چگونه میبرید اصلاً مهم نیست. و فقط کسب پیروزی مهمه. هنوزم ساپینتو نیاز به شناخت بیشتر نفرات تیمش داره. چیزی که مشخصه، قائدی تو هر دو بازی با ورودش به زمین روی گل‌ها اثرگذاری داشته و باعث تغییر نتیجه شده. آیا در بازی بعدی ساپینتو مهدی رو از اول در ترکیب قرار میده؟